همیشه باب رحمت حسین می شود حسن، همیشه باب رحمت حسین می شود حسن، حقیقت کرامت حسین می شود حسن. حسین جنت نبی و مرتضی و فاطمه است، چه حکمتی است جنت حسین می شود حسن. علامت ارادتم به مجتباست یا حسین، ارادتم به ساحت حسین می شود حسن، ارادتم به ساحت حسین می شود حسن. عرض سلام و ارادت حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که خوب و تندرست باشید. تسلیت عرض می کنیم ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام را خدمت شما، به ویژه امشب که شب شهادت آقای امام مجتبی علیه السلام هست، و خوش آمدید عرض میکنیم حضور شما و کارشناس محترم برنامه را به ویژه برنامه شهادت آقای امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت. حاجا خیلی خوش آمدین از تاج طلستان و المسلمین آقای شیخ زاده، همیشه ما شما را زحمت دادیم هم در برنامه های گذشته، و امیدواریم امشب هم از سفره با کرامت امام مجتبی علیه السلام از کلام شما بهره مند بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم ایام شهادت مظلومانه کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را به محضر همه ارادتمندان و عاشقان حضرتش تسلیت عرض می کنم. امیدواریم خداوند توفیق بهره برداری از معارف ناب به این امام بزرگوار را نصیب و روزی همه ما قرار دهد، و انشاءالله شفاعت مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها را در حق ما محقق بگرداند. الهی آمین. بسیار دعای زیبا و قشنگی. امشب اگر اشتباه نکنم ما در مورد شخصیت امام مجتبی علیه السلام به واقع کریم خاندان اهل بیت علیه السلام می‌خوایم چند کلمه صحبت کنیم و بهره‌مند بشیم. خوشحال میشیم از هر جا که شما خودشون صلاح می‌بینید برنامه شروع بشه. خواهش می‌کنم. ببینید چه خوب است که ما یک نگاهی داشته باشیم به شخصیت با عظمت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. شما میدانی جناب آقای رضایی، امام مجتبی علیه السلام در نزد همه مسلمانان جهان همانند برادر بزرگوارشون حضرت سیدالشهدا علیه السلام از یک جایگاه خاصی برخوردارن. اینها در زبان مسلمانان فرزندان پیغمبر خوانده میشوند. یبن رسول الله ما به این بزرگواران میگیم. اینا کسانی هستند که زینت دوش پیغمبر خاتم بودند. آنقدر امام مجتبی و سید الشهدا به پیغمبر نزدیکند که همه عالمان اسلامی نقل کردند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. محبت پیغمبر، ارادتی که پیغمبر نسبت به این دو فرزندشون دارند، چقدر پیامبر در مورد امام حسن و امام حسین علیهم السلام سفارش کردند. خب اینها همه در دل و جان مسلمانان هست. همه مسلمانان عالم به امام مجتبی آقا امام حسین علیه السلام ارادت دارند. عظمت و جایگاه این دو بزرگوار در سیره رفتاری و گفتاری بزرگان دین بوده و در میان توده مسلمانان هم مشهوده. یعنی اختصاص به طایفه خاصی ندارد. همه مسلمانان شیعه و سنی به این دو شخصیت با عنوان دو فرزند پیغمبر و دو نبی پیغمبر احترام دارد. خب آقا امام حسن مجتبی علیه السلام با عنوان سبط اکبر، اولین فرزندی که در خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام پا و عالم وجود می‌گذارد، که وقتی خبر ولادت امام مجتبی علیه السلام به پیامبر خاتم داده شد، پیامبر چقدر خوشحال شدند، چقدر مسرور شدند. وقتی این قنداقه به دستان مبارک پیامبر داده شد، پیامبر نگاه می‌کردند و خوشحالی می‌کردند. مسلمانان مدینه گروه گروه خدمت پیامبر اکرم
و تبریک می گفتن این مولود با برکت را. و نام این بزرگوار هم توسط پیامبر اکرم و طبق بعضی از روایات از جانب حضرت حق این نام برای آقا انتخاب شد، حسن. اون زیبایی و نیکی و پاکی را ما در زندگانی حضرت میبینیم، چون اسامی که ائمه علیهم السلام دارن دقیقاً مطابق با اون واقعیته. یعنی اگر ما نام این آقا را حسن میگوییم، حقاً که در اخلاق و رفتار امام مجتبی حسن بودن، یعنی زیبایی های رفتاری، زیبایی های گفتاری را ما در زندگی امام مجتبی به وضوح میبینیم. یعنی یک اسمی است مطابق با مسما. الان من دوست دارم به شخصیت امام مجتبی علیه السلام جناب آقای رضایی از این دریچه وارد بشیم. امروز یک بحثی است در میان عالمان علوم اسلامی که عوامل شکلگیری شخصیت انسان چیست؟ یعنی چه عواملی در شکلگیری شخصیت انسان تأثیر فوق‌العاده‌ای داره؟ خب اولین عاملی که از نایه بزرگان مطرح می شود مسئله وراثت و ژنتیکه. اتفاقا وقتی شما به قرآن کریم مراجعه می کنید می بینید در قرآن هم در این زمینه ما مطالبی داریم، یعنی تأییدی از وحی هم در بحث مسئله ژنتیک و وراثت وجود دارد. من به سه آیه در این زمینه اشاره می کنم که ببینید در قرآن هم بحث وراثت مورد تأییده، مطرح شده. در سوره مبارکه نوح، نوح جز پیامبران اولوالعزمه، چقدر حضرت نوح زحمت کشید، بالاخره قوم خودش را دعوت به جانب توحید و خداپرستی و یکتاپرستی کرد تا میرسند به این قسمت که حضرت نوح اینگونه عرضه میدارد و قال نوحون، حالا دعای نوح چیه؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، خدایا از کافران هیچ کسی را در روی زمین قرار مده. چرا؟ اینجا انک انتظرهم، خدایا اگر تو اینها را باقی بگذاری یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینا چیکار میکنن؟ اینا فساد میکنن، اینا بندگان خوب تو را هم به گمراهی میکشانند و اینها نمیزایند مگر همانند خیش را، یعنی اینا فرزندان کافر و بدتینتی را تحویل جامعه میدن. خب این بحث وراثت رو ما در این گفتار حضرت نوح میبینیم. یا در جریان حضرت مریم سلام الله علیها، وقتی که حضرت مریم عیسی را آورد، عده‌ای گفتن مریم این فرزند از کجا؟ اتهام زدن به این بانوی پاک دامن، این گونه گفتن یا اخت هارون ما کان ابو که امرأ سوء و ما کانت امو که بغیا، پدر و مادرت که آدمای بدی نبودن، آدمای سر به هوایی به تعبیر ما نبودن، شخصیت های ارزشمندی بودن، تو دیگه چرا؟ یعنی ببینیم وقتی پدر و مادر خوب باشن جامعه انتظار چی رو داره؟ خوب بودن از اون تفرانی هم باز می شود همون بحث وراثت. یا در داستان حضرت یوسف سلام الله علیه، وقتی اتهام ناجوان مردانه دزدی به حضرت بنیامین زده شد، اونا اینگونه گفتن، برادران یوسف اینگونه گفتن قالوا ان یسرق فقد سرق اخو له من قبل، اگر بنیامین الان دزدی کرده برادرش هم چنین بوده. اینها به اصطلاح از یک حقیقت، از یک واقعیت، شاید بگن از یک مادر بودن اینا، بله اینا دیگه بالاخره، بله خدای نکرده اینا به مادر خودشون رو. اخلاق و رفتار اینا شبیه همه. الان شما ببینید رده هایی را ما از بحث وراثت و ژنتیک در آیات قرآن میبینیم، حتی در روایات داریم. بله نبی گرامی افراد رو وقتی میبینیم ظاهر افراد، ظاهر افراد اینه که خب این به چهره شبیه پدره، شبیه مادره، ظاهر. خیلی نکته خوبی اشاره فرمودید. همانطوری که ما از جهت جسمانی، از جهت شکل، قیافه، تیپ، ما یک ویژگی هایی را از پدر میگیریم، یک ویژگی هایی را از مادر میگیریم، چه بسا از پدر بزرگ، بله، یا شبیه عموها یا شبیه دایی ها،
اخلاق و رفتار و گفتار ما همچنینه. شما میبینید نوعاً پدری که شجاع و دلیره فرزندان شجاعی هم تحویل جامعه میده. به صورت تامه اینو میگه علتهای ناقصه هست که علت اصلی انشالله اشاره خواهیم کرد. اینو عواملی است که تأثیر گذاره. آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه میفرمایند ونظر فی ای نصاب تزع ولدک. شما ببینید فرزندتون را در رحم کدام زن میخواهید قرار بدید. فان العرق، عرق یعنی اون اساس یعنی ریشه، به تعبیر ما ژن. فان العرق دساسون، خیلی تأثیر گذاره. یعنی این فرزند بله این مادر کی باشه در روحیات فرزند و در شخصیت فرزند بسیار تأثیر گذاره. حالا بیم از این جهت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیها رو بررسی کن. خب امام مجتبی پدر بزرگوارشون کیست؟ شخصیت با عظمتی همانند سید الموحدین، آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، پدر بزرگوار امام مجتبی علیه السلام. اون شخصیتی که من درباره عظمت امیرالمومنین همین را میخوانم که آقا رسول خدا فرمودن من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه، کسی که میخواهد به علم حضرت آدم، به تقواه نوح پیغمبر، به حلم جناب ابراهیم خلیل الرحمن، به هیبت و عظمت حضرت موسی کلیم و به عبادت جناب عیسی بنگرد، فلینظر الی علی ابن ابی طالب. آنچه خوبان همه دارن علی جان تو تنها داره. خب پدر بزرگوار امام مجتبی امیر المؤمنین اون شخصیت بی نظیر عالم هستی بعد از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مادر بزرگوارشون سیده نساء العالمین. اصلا ما دیگه می توانیم به مقام و منزلت حضرت زهرای بتول سلام الله علیها برسیم. هیهات. من یک جمله را در این باب از لسان مبارک نبی خاتم عرض میکنم که آقا رسول خدا فرمودند ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این بانو چه مقامی داره؟ آقا رضایت خدا در رضایت فاطمه هست، غضب خدا در غضب فاطمه هست. پدری مانند امیر المؤمنین، مادری همانند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چه فرزندی به دنیا می آورد مانند امام مجتبی که بشود سرور جوانان اهل بهشت، بشود کریم اهل بیت علیهم السلام. عرض می کنم که اقبال چه شعر قشنگی در همین زمینه داره. مریم از یک نسبت، عیسی عزیز از سه نسبت، حضرت زهرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. به هر تا آخر اصلا حضرت زهرا جناب آقای رضایی، حضرت زهرا سلام الله علیها این جمله پیغمبر فداها ابوها، پدر فاطمه جان فدای تو. حالا ببینید چنین مادری، مادر نقش فوق العاده مهمی در سرنوشت فرزندان، در روحیات و شخصیت فرزندان. چنین بانوی طاهره مطهره مبارکه که بتول حق و الانصاف، این کلمه بتول یعنی کسی که به تمام معنا دلداده خداست و از غیر خدا دل بریده، خب چنین فرزندی را تربیت میکند که میشود افتخار به عنوان یک یادگار از دودمان پیغمبر، می شود امام مجتبی علیه السلام که میگیم صلی الله علیک یا مولای یا حسن ابن علی علیه السلام. در بحث وراثت نکته باقی ماند یا نه دیگه؟ ببینیم وراثت یک بحث دامنه داری است، تأثیر وراثت را کسی منکر شده نمیتواند، ولی این رو باید بدان همانطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودی اینها به عنوان عوامل تأثیر گذاره. یعنی اون عامل اصلی، عامل مهم و به تعبیر بهتر عرض کنم علت تامه شخصیت انسان اراده و اختیار خود انسانه. یعنی این تصمیم، حالا نمیدونم هنوز زمان هست که ما این رو ادامه بدیم، بر ما اگر اجازه شما باشه بریم و برگردیم تا به ادامه بحث بپردازیم. امیدواریم که به تمام مباحث برسیم. انشاءالله انشاءالله.
یه مدینه، یه بقیه، یه امامی که حرم نداره. سینه زنها کسی نیستا، روی قبرش یه دور شب بذاره. امونیده 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 امون از غریبی، تصور کن شب است و باز غم داری، خیال راه رفتن در حرم داری. برای اینکه با دل هم قدم باشی، میایی تا اذان صبح آن شب در حرم باشی. تصور کن ببینی رفت و آمد نیست، دگر باب الجواد و صحن و گنبد نیست، دگر تعداد زائر بیش از حد نیست، ذریح نقره‌ای هم دور مرقد نیست. حرم را فرض کن بی صحن گوهرشاد یک لحظه، بدون آب سقاخانه و بی پنجره فولاد یک لحظه. تصور کن شبستانی نمیبینی، رواق و صحن و ایوانی نمیبینی، کنار در شبیه قبل دربانی نمیبینی. حرم لبریز زائر نیست، مسافر یا مجاور نیست، دیگر دوروبرش سینه زن و مداح و شاعر نیست. علم ممنوع، ورود دسته هم ممنوع، صدای نوحه و سینه زنی و ذکر و دم ممنوع. محرم پرچم مشکی زدن دور حرم ممنوع. نباید فاطمیه پیروهن مشکی تنت باشد، نباید شال ماتم گردنت باشد، نباید از در و دیوار صحبت کرد، نباید لحظه‌ای در مورد مسمار صحبت کرد، نباید از تناب دور گردن گفت، نباید از چهل تن گفت، نباید از زمین افتادن زن گفت، نباید از دو تا شش ماه اینجا گفت، نباید از رباب و از دل زخمی زهرا گفت، نباید گفت میخ در همان تیر سپر شد بعد، نباید گفت مادر در بدر شد بعد، نباید گفت آبی خورد و شیرش بیشتر شد بعد، نباید جمله از کاروان و از ربابش گفت، نباید از نشستن زیر نور آفتابش گفت، نباید 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 از مسیر شام و از بزم شرابش گفت. تصور کن مدینه در تمام سال اینطوری است، بر روی قبرهایش سایبان هم نیست، فقط یک گریه کن دارد، فقط یک گریه کن دارد که آن مهدی است.
هرچی داشتی دادی آگو از جرمت، یعنی میشه یه روز ساختش حرمت. ای سلطان کرم سایه رو سرم، امضا کن که بشم مدافع حرم. ای سلطان کرم. سلام و مجدد، عزاداری ها قبول. انشالله در چنین شبی قسمت بشه که همه ما مدینه کنار قبرستان بقیع خدمت امام مجتبی علیه السلام باشیم و فیض ببریم از این که در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم. در خدمت آقای شیخ زاده هستیم با ادامه بحث. من دیگه خیلی اضافه گویی نمی کنم حاجی آقا و ادامه بحث از شما میشنویم تا به یک جایی برسیم ان شاء الله. عرض کردیم عوامل تاثیرگذار در شخصیت انسان، اولین عامل وراثت بود که عرض کردیم، دومین عامل بحث تربیت و محیطی است که انسان در او قرار میگیره. شما میدونید تربیت یک مسئله بسیار مهمی است که هدف رسالت انبیا بحث تعلیم و تزکیه معرفی شده. کار اصلی انبیا همینه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. الان ببینید امام مجتبی علیه السلام دست پرورده کیست؟ دست پرورده امیرالمؤمنین، دست پرورده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما، دست پرورده نبی مکرم، شخصیت اول عالم وجود صلی الله علیه و آله. خب امام مجتبی تحت تربیت چنین افرادی قرار میگیره و خروجی آن هم میشود شخصیتی که وقتی میخوان در مورد امام مجتبی بنویسن میگن اعبد الناس. این آقا در زمینه عبادت و بندگی و نیایش در عصر و زمان خودش یک کتاز بود، یعنی بعد از پدر بزرگوارشون، بعد از مادر مکرمهشون و جد بزرگوارشون، امام مجتبی در حوزه عبودیت و اطاعت و بندگی خدا ممتاز بود، یعنی آنچنان غرق در عبادت و غرق در انس با خدا بود که اصلا انسان متعجب میمانه چقدر عاشق، که انشالله اشاره خواهیم کرد. پس عامل دوم میشود بحث تربیت و محیط، و سومین عامل که مهمترین عامله انتخاب و اختیار خود انسان. ما انسان ها اختیار و انتخاب داریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. خداوند راه را به ما نشان داده، راه درست را هم نشان داده، راه سعادت و خوشبختی را هم نشان داده، و از اون طرف راه ضلالت و گمراهی را هم خداوند به ما نشان داده. این ما هستیم که با انتخاب و اختیار خود کدامین راه را انتخاب میکنیم. جناب آقای رضایی، گاهی این عامل به اندازه قوی است که اون دو عامل دیگر را تحت شعاع قرار میده، یعنی کسانی که پدر خوب، مادر خوب، اما اینها رفتن از وادی خوبی و نیکی در وادی ضلالت و گمراهی قرار گرفتن. بله، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، که در بعضی از روایات این آیه مبارکه تعبیر شده به این که گاهی یک فرزند صالح از یک خانواده ناصالح، گاهی یک فرزند ناصالح از یک خانواده شایسته و لایق. خب کسانی بودن که پدر و مادرشون انسان های آنچنانه ای هم نبودن، ولی خودشون شخصیت با عظمت پیدا کردن. حالا ببینید در این زمینه هم وقت ما زندگی امام مجتبی رو میبینیم، میبینید جز زیبایی، جز خوبی، جز بندگی چیز دیگر ما در این زمینه نمیبینیم. پس این سه عامل مهم در شخصیت انسان در زندگی امام مجتبی وقت تطبیق میدیم، میبینید آقا در اوج هستند. بله، الان اجازه بدید در واقع شما که به ادامه بحث حتما بپردازید، ولی خب خود عامل تربیت ده ها و صد ها نکته و بحث داره که بله، شاید در این برنامه نگنجدم. مباحث بسیار مهمی و عالمان علوم اسلامی در زمینه تربیت و در زمینه عوامل تأثیر گذار در شخصیت انسان مباحث بسیار زیبا و ارزشمندی را داشتند. چه خوبه که چون ایام شهادت مظلوم مدینه، قریب مدینه،
کریم اهل بیت آقا امام مجتبی علیه السلام، ما یک اشاره کنیم. ببینید قرآن کریم جایگاه این آقا رو چه معرفی میکنه؟ آیا آیات ما در قرآن در شأن و منزلت امام مجتبی داریم که مورد قبول فریقین باشه، یعنی همه عالمان اسلامی این را قبول داشته باشن؟ ببینیم بله. اولین آیه، آیه تطهیر، اون آیه‌ای که سند پاکه این خاندان، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یکی از همسران با وفای پیامبر ام سلمه، این روایت را ام المؤمنین ام سلمه از نبی مکرم اسلام نقل کرده است که در کتب عالمان اهل سنت آمده است. من این حدیث را بخوانم. قالت، جناب ام سلمه میگوید، فی بیت نزلت هذه الآیه، پیامبر در خانه من بودند که این آیه بر وجود نازنین پیغمبر نازل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. قالت، گزارش میده جناب ام سلمه، فارسل رسول الله، آقا کسی را فرستادن دنبال علی و فاطمه و الحسن و الحسین، گفتن برید اینها را صدا بزنید. آمدن حضرت زهرا امیرالمومنین امام مجتبی و سید الشهدا، فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینها هستند، یعنی اینها هستند که خدایا تو تطهیر را شامل حال اینها قرار دادی. و از جالبه، ابی سعید خدری از نبی مکرم اسلام نقل میکنه، حدیث در کتب عالمان بزرگ اهل سنت هم هست، ان فی قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قال ابی سعید خدری میگوید، جمع رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، آقا رسول خدا امیر المومنین دختر بزرگوارشون حضرت زهرا، نواهایشون امام حسن و امام حسین علیهم السلام را جمع کردن. ثم ادار علیهم الکسا، اون جریان کسا، اون عبای مبارک را پیامبر بر سر اینها انداختن. بعد این گونه فرمودن، فقال هؤلاء اهل بیتی، خدای اهل بیت من اینها هستند، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. پس ببینیم امام مجتبی جزء مصادیق اهل بیت پیغمبر، جزء افرادی هستند که خداوند سند پاکی و طهارت اونها را امضا کرد. و جناب آقای رضایی، ما در تاریخ داریم روایات زیاد، وقت ما خیلی کوتاهه، ما داریم بعد از اینکه این آیه مبارک نازل شد، 6 ماه پیامبر اکرم هر صبح که میخواستن برن به مسجد، میامدن در خانه امیرالمومنین، در خانه حضرت زهرا اینگونه سلام میکردن، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، السلام علیکم یا اهل البیت. بعد این آیه را میخواندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. سلام علیکم یا اهل بیت. شما ببینید دیگه، بله شما ببینید تفسیر بالاتر از این، این آیه در شأن کیه؟ در شأن امیرالمومنین، در شأن حضرت زهرا. 6 ماه پیامبر این آیه را میامدن میستادن در خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام میدادن، بعد این آیه را میخواندن. پس اولین آیه که ما در شأن و منزلت وجود نازنین امام مجتبی داریم آیه تطهیره. آیه دوم معروف است با آیه مودت، قل ما اسألکم علیه اجرا. ببینید، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. جریانش رو من مختصر عرض کنم. آمدن خدمت پیامبر، یا رسول الله شما با ما زحمت کشیده اید، 23 سال خونه دل خورده اید، ما میخواییم یک مزد، یک پاداشی به شما بدیم. آقا رسول خدا فرمودن من منتظرم ببینم از جانب حضرت حق چه خطابی میرسد، چه وحی میرسد. جبرائیل نازل شد، این آیه آورد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. من هیچ از شما نمیخوام، نه مزدی، نه پاداشی، نه هدیه ای. چرا؟ چون کار من برای خدا بود و کار انبیا را با پول و مسائل مادی نمیشه انسان اونها را به تعبیر ما مقایسه کرد و برای اونها قیمت گذاری کرد. کار انبیا هدایتگری است. جناب آقای
رضای هدایتگری را میتوان ما با پول مقایسه کرد، با پول سنجید، باهای او را پول داد؟ هرگز. و از اون طرف خب اینها کارشون برای خداست. ولی پیامبر در این آیه مبارکه فرمودن یک توقع من دارم. توقع چیه؟ اینه که شما مودت نسبت به قربای من داشته باشی. مودت، معنای مودت بر علاوه محبت، پیروی از اینها هم قطعا معنام. نکته خوبی اشاره فرمودی. اولا مودت یعنی اون محبت شدید قلبی که همراه باشه با عملکرد زیبا. یعنی ما در قبال خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام باید احساس مسئولیت همه کنیم. همه مسلمین اینجا. بله. حالا جالب اینه وقتی این آیه نازل شد، اگر اجازه شما باشه در این شب و روزها که مراسم عزاداری برگزار میشه، هر کسی با هر عقیده‌ای به هر حال به سمت عزاداری امام مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و همچنین شهادت پیامبر اکرم آقای امام رضا علیه السلام به این سمت حرکت میکنه، یک قدمی برمی‌داره خواسته و ناخواسته، قطعاً هم مورد توجه خدای بزرگوار هست، هم مورد توجه اهل بیت. از این شبها ما افرادی رو میبینیم که امنیت مساجد رو دارن و شاید در خود مساجد برنامه‌های فرهنگی مسجد دارن زحمت میکشن، یا یک کسی عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، شاید خیلی اعتقاد اونچنانی هم نداشته باشه ولی بگه به خاطر اینکه مثلا همشهری ما هست بریم که مثلا اینا مراسمشون خوب برگزار بشه. قطعاً از دید امام مجتبی علیه السلام و از دید اهل بیت و خود پیامبر که امام حسن و امام حسین که شما فرمودید زینت دوش پیامبر بودن و پیامبر نسبت به اینها توجه ویژه داشتن، اینا حتما مورد توجه خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه قرار میگیرن، حتی اگر که خودش هم متوجه نباشه. میگن آقا تو یک شبی رفتی و در کنار مسجد اونجا گفتی چون نام امام حسن هست ما هم به این مسجد یک شبی برویم. قطعا دعای آقا رسول خدا، دعای مادرشون حضرت زهرا، دعای امیرالمومنین شامل حال کسانی میشود که اینا میان برای امام مجتبی عزاداری میکنن، ابراز محبت میکنن، یا در این مسیر برای عزاداران خدمتی میکنن. چون پیامبر فرمودن خدایا دوست بدار کسی که فرزندم حسن را دوست بدار. یا این عزیزانی که برای اربعین زحمت کشیدن امسال ماشاءالله از شهر ما و شما و از سایر شهرهای افغانستان جمعیت‌های هزار نفری در واقع از این مرزها عبور میکردن و این افرادی بودن که به اینا خدمت میکردن در بحث هر کس در راستای برای اینا، در بحث ویزا برای اینها، هر کس در راستای این بزرگواران، در راستای محبت، ارادتی که نسبت به پیامبر و عطرت پاک پیغمبر است قدمی بردارد، این قدم مبارکه و اون دعا و برکات و عنایات میرسد. عرض کردیم این آیه مودت، وقتی آیه مودت نازل شد عده ای از مسلمانان رسیدن خدمت نبی مکرم. عالمان بزرگ مانند جناب فخرالدین رازی می نویسه، جناب جارالله زمخشری اون علامه بزرگوار می نویسن. بله، این دو بزرگوار که جز شخصیت ها و جز مفسران توانمند برادران عزیز اهل سنت ما هستن می نویسن، آمدن خدمت پیامبر، قیل یا رسول الله من قرابتو کالذین وجبت علینا مودتو. یا رسول الله ما دانستیم که محبت و مودت خیشاوندان شما بر ما واجب و لازمه، اما یا رسول الله ما نمی دانیم منظور از این ذل قربا کیا هستن. آقا رسول خدا فرمودن هم علی و فاطمه و ابناهم، علی و فاطمه و فرزندان اینها هستند. یکی از کسانی که محبتشون بر امت اسلامی واجبه وجود نازنین کریم اهل بیت آقا امام مجتبی علیه السلام. یک آیه دیگر هم اشاره‌ای بکنم، آیه مباهله هست. ببینید بعضی سوال میکنند آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینا که فرزندان امیرالمومنین نواهای پیغمبرند چرا به اینا میگین یبن رسول الله؟ میگیم چون قرآن کریم اینها را فرزندان پیامبر معرفی کرد. آیه مباهله وقتی مسیحیان در عرب هم رسم هست. بله که به نواها هم ابن میگن. بله امام رضا علیه السلام تا چند نسل ابن بله رضا ابن رضا میگن. بله ولی خب ما در یا بنی عباس مثلا ما داریم، بنی بله. امیه مثلا در اون طرف داریم. بله ولی ما اینجا آیه قرآن داریم وقتی این مسیح بله داریم. این خیلی چیز زیبا و خیلی در دل و جان انسان می نشیند وقتی مسیحیان نجران
با پیامبر مباحثی را مطرح کردم. آقا رسول خدا حقایقی را در مورد جناب عیسی علی نبی و آله و علیه السلام گفتن، قبول نکردم. بحث مباهله رسید. بله. یعنی بنشینن دست به دعا بردارن، هر طرفی که بر حق است موفق شود، طرف دیگر مورد لعن و خشم و غضب الهی قرار بگیره. بعد آقا رسول خدا اینجور فرمودن، فقل پیامبر به اینا بگو حاضرید مباهله کنیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، شما فرزندانتون را بخوانید، من هم فرزندانمون را میخوانم، بیارید با مباهله. و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب روز مباهله کیا همراه پیغمبر آمدن؟ ما در تاریخ داریم دست مبارک امام مجتبی در دست پیغمبر، بله، آقا امام حسین بر که دوش پیغمبر، یعنی در آغوش پیغمبر، حضرت زهرا و امیرالمومنین. الان ببینید کیا به عنوان فرزندان پیغمبر معرفی شدن؟ امام حسن و امام حسین علیهم السلام، یکی دستشون در دست جدشون و دیگری در آغوش جدشون، اینا فرزندان پیغمبرن. و بعد اونجا عظمت امام مجتبی رو ببینید، اون بزرگ مسیحان نجران وقتی این ذوات مقدس را دید گفت به خدا قسم من نوری در این شخصیت ها میبینم که اگر اینا دست به دعا بردارن از خدا بخواهند که کوهی از دل زمین کنده شود، خداوند دست رد به سینه اینها نمیزند. یکی از این شخصیت ها امام مجتبی که در ظاهر در سن پایینی هم هستن، اما عظمت و شخصیت آقا را انسان در این ماجرا میبینه. سن و سال و اینا مطرح نیست، ما حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام رو میبینیم که در گهواره اونجا هم صحبت میکنن، هم میگن من بنده خدا هستم، و هم میگن که آقا ما کتاب آوردیم بالاخره برای هدایت انسان ها آمدیم. خیلی ممنون. حالا تا بخش بعدی، ای کریم آل طه یا حسن مجتبی حضرت زهرا، حسن ای تجلی همه پیغمبران، سرور و سالار هر کون و مکان، مصحف آیات اخلاصی و نور، مصحف آیات اخلاصی و نور، ذکر تو باشد پل رمز عبور. یک میان برنامه میگیریم و برمیگردیم و خدمت شما و حجای شیخ زاده انشاءالله هستیم. سینه این مخزن اسرار اگر بود، دوست دارم که در آغوش تو آرام شوم، دوست دارم که در آغوش تو آرام شوم، زهر این هند جگرخوار اگر بگذارد، زهر این هند جگرخوار اگر بگذارد، شاد گردد دلم از شوق وصال مادر، شاد گردد دلم از شوق وصال مادر، خاطرات در و دیوار اگر بگذارد. سلام، تقدم شما به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ویژه برنامه هست، و در وقفه ویژه برنامه ما نظر شهروندان را داریم در رابطه با شخصیت اونا.
در کنار مامای ما هستیم، معرفی میکنن تا با اینا آشنا شیم. یک معرفی بکنیم. خیلی رحمت سروری ها، مسئول قنتیش قصد شکر. آقای سروری عزیز، ممنون از شما، خوشحال شدیم که شما رو دیدیم، سپاس. یک تسلیت بگین به مناسبت شهادت امام مجتبی علیه السلام و در ادامه در رابطه با شخصیت اون و هر چیزی که به ذهن شما میرسه صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز شهادت امام حسن مجتبی تسلیت عرض میکنیم بر تمام مسلمین جهان، بالخصوص مردم افغانستان. سپاس از شما. در رابطه با خود شخصیت اونا که امام معصومی بودن و شخصیت تاثیرگذار در جامعه اسلامی صحبت بکنین. وقتی که امیرالمومنین که پدر اینا بودم، سخاوتمند بودم، به تمام نیازمندان کمک میکردم، شب و روز وقت اینا کمک میکردم که کس نمیدید اینا. خب فرزندان اینا همه راه رو به پیش بردم، فرزندان اینا همه کمکار میکردم، فرزندان اینا کلا شب وقت بی وقت کلا همه کمکار میدادم و حتی غذای افطاری خور برای گدا دادم. بنده هم خونه که آمدم همون دمی که ماستم افطار کنم آمدم و گدا خیرات طلب کرد و همونا رو برای از اینا دادم. کلن اینا همه رای پدر رو پیش گرفتم. وقتی که رای پدر رو پیش بگیرم اماما کلن همه رو بیدم. کلن اماما مظلوم بودم، سخاوتمند بودم، کمک میکردم، دست نیازمندار میگرفتم، کلن همه رو بیدم. سلام مجدد تقدیم شما. آمدیم در سطح شهر به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت. معلومات میگیریم از شهروندان هرات که چقدر در رابطه با شخصیت اونا معلومات دارن و صحبت میکنن. عزیز دل یک معرفی بکنین. سلام تقدیم شما. سلام علیکم. حسینم، باشنده ولایت هرات، یکی از دوستداران اهل بیت. درباره امام حسن مجتبی، یکی از شخصیت های بزرگ اسلام، یکی از آدم های تاثیرگذار اسلام که به غریبا کمک میکردن، به آدم هایی که مستحق بودن، به یتیمان. درباره فروتنی از اینا که اصلا ما هرچی هم که خواسته باشین تعریفی از او بزرگوارا داشته باشین، هرچند ما خواسته باشین از اینا تعریفی کنیم، ما حتی تصور تعریف که چی به شما بگم، ما هیچ رقم نمیتونه که از خوبی ها از اینا بگیم، چون اونا در سطح اسلام انسانی بودن، بزرگواری بودن، ببخشین امامی بودن که تمام دنیا اونا رو میشناسه، در بابت که اونا صلح طلب بودن، انسان دانشمندی بودن. خیلی از روایت ها، خیلی از مینا میگن که حضرت امام حسن مجتبی یک تن از آدم های فروتن و انسان صلح طلب بودن که تمام کفر و تمام کسایی که از دین جدا بودن اونا حتی دعوت میکردن که به دین مبین اسلام مشرف شن. سلام مجدد تقدیم شما و ممنون از این که ما را همراهی میکنین. در سطح شهر هستیم در رابطه با شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام که در آستانه شهادت اون حضرت قرار داریم. از شهروندان هرات معلومات میگیریم که چی گفتنی های دارن، چقدر معلومات دارن از شخصیت این فرد مؤمن و معصوم و بزرگوار. آقای صاحب سلام تقدیم شما، ممنون از اینکه وقت دادین برای ما، یک معرفی کنین در نخواست. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا، بندن سرمد یوسفی. جناب آقای یوسفی بزرگوار، وقت نام امام حسن مجتبی علیه السلام را میشنوین، اولین چیزهایی که به ذهن شما خطور میکنه چی هست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، مثل پدر بزرگوارش، خب یک آدم فروتن، یک آدم با سخاوت که لقب کریم اهل بیت گرفتم، یک آدم، یک انسان پاک مؤمنه که یک انسان سلطلب، کاملا سلطلب در اون زمان وقت که زندگی میکردم کاملا یک انسان سلطلب و فروتن بوده. ما به عنوان پیروان ائمه‌طهار نیازمندی چی هستیم که زندگی ما هم بهبود پیدا بکنه، هم پیروان اونا به صورت واقعی به حساب شویم و همچنین اونا از ما راضی باشن؟ ما خود نمیتونیم کار بکنیم که اونا از ما راضی باشن، چون ما بندهای گناهکار در جایگاه اینیم، ولی کوشش کنیم که پیرو از اونا باشیم، در خط اونا که حرکت کردن بتونیم در پشت سر از اونا حرکت کنیم. دست فقرا، مساکین، همونطور که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب پدر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی، شبها میرفتم دمخانه فقرا رو در میزدم، ما بتونیم در اندازه توان خود برای فقرا و مساکین کمک بکنیم، انشالله که ائمه از ما راضی باشن. Thank you.
سلام مجدد، بدون مقدمه در خدمت استاد حاجی شیخ زاده هستیم با ادامه بحث. حاجی، در این قسمت آخر علاقمندیم در مورد سیره شخصیت، سیره زندگانی حالا و شخصیتی امام مجتبی بیشتر مطلع بشیم که ایشون با توجه به اینکه در مدینه زندگی میکنن، که البته تجربه زندگی در کوفه هم امام مجتبی علیه السلام تجربه شرکت در جنگ ها در کنار پدر رو داشتن و داستان های دیگری که اتفاق وقایع دیگری که در زندگی امام اتفاق افتاد، ما کوتاه کنیم از شما بشنویم. ببینید امام مجتبی علیه السلام خب میدونه اصلا زندگی یعنی رابطه، یعنی ارتباط. بله. ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خلق خدا. امام مجتبی در هر دو حوزه بسیار موفق بوده و چه زیبا عمل کردن. اما در حوزه ارتباطی که امام مجتبی علیه السلام نسبت به پروردگار عالم دارن، امام صادق علیه السلام در مورد امام حسن صلوات الله علیه این گونه می‌فرمایند: کان اعبد الناس فی زمانه. امام مجتبی عابدترین افراد در عصر زمان خودشون بودن و از حدم بسیار زاهد بودن. زود یعنی دل سرد بودن نسبت به دنیا، نه اینکه دنیا نداشتن. امام مجتبی کریم اهل بیت بودن، هر فقیری وارد مدینه میشد جایی را نداشت، میآمد خانه امام مجتبی. اصلا اونجا مضیف بود، جایی بود که همه میآمدن پذیرایی میشدن و امام مجتبی پذیرایی میکردن و افضلهم. حجاج الان که به مدینه میرن میگن باغ امام، بله باغ امام مجتبی هنوز اون کرامت و بزرگواری امام حضرت شیعان زحمت زحماتی میکشن و مسلمین اونجا کار نمیکنن. و کان اذا حج حجا ماشیا. امام مجتبی یکی از ویژگی هاشون این بود که حج را با پای پیاده انجام میدادن. چندین بار، حالا حتی تا 25 مرتبه در تاریخ زندگی امام مجتبی این مسئله نوشته شده. و اذا ذکر الموت بکا، وقتی نام مرگ می آمد امام مجتبی اشک می ریختن، نام قبر می آمد امام مجتبی اشک می ریختن، وقتی نام بعث و نشور عالم آخرت می شد آقا اشک می ریختن، وقتی ذکر می شد بحث عبور از پل صراط آقا اشک می ریختن. چرا؟ ببینی اینا اون عرفان امام مجتبیه. میگه آقا من با چه روحی بخواهم با خدا ملاقات کنم؟ چون مرگ یعنی ملاقات با خدا. من که چیزی ندارم، دست من خالیه، از بس این بزرگواران عظمت و بزرگواری خدا را دیدن، اعمالشون را بسیار ناچیز و اصلا هیچ در برابر عظمت الهی نمیبینن. لذا آقا اشک میریختن، آقا ناله میکردن. من با چه روحی و با چه دستاوردی به ملاقات خدا بروم؟ حتی داریم وقتی آقا احرام حج میبستن میلرزیدن و گاهی اشک میریختن. آقا جان چرا؟ میگفتن وقتی من میگویم لبیک نشود جواب بیاد لا لبیک و لا سعدیک. یا باز در تاریخ زندگی امام مجتبی داره ابن شهر آشوب مازندرانی در مناقب خودش مینویسد که ان الحسن ابن علی اذا توزع، وقتی امام مجتبی وضو می گرفتن بند بند بدنشون می لرزید. چرا وضو می گیرن؟ میخوام برم با ملاقات خدای متعال. خب اون خدایی که اون عظمت و اون جایگاه را دارن دیگه. به هر حال مطالب زیاد ما در این زمینه داریم. کسی که در حوزه ارتباط با خدا این گونه موفق، در ارتباط با خلق خدا امام مجتبی گره گشا بودن. اگر کسی گره در کارش بود این گره رو باز میکردن. حتی کسانی که معرفت به امام مجتبی نداشتن، ارادت نداشتن، حتی بعضی کسانی میامدن اینها جز دشمنان بودن، کسانی که نسبت به امام مجتبی یک ذهنیت مسمومی را داشتن، بله نسبت به پدر بزرگوارشون، ولی امام مجتبی با دست نوازش بر سرشون میکشیدن و اینها مورد عنایت امام مجتبی قرار می گرفتن و به برکت این عنایات و الطاف اینا هدایت می شدن. امام مجتبی خیلی در جامعه زحمت کشیدن. جناب آقای رضایی شما ببینید، یکی از نکاتی که ما در زندگی امام مجتبی باید خیلی دقت کنیم بحث صلح امام مجتبی. امام مجتبی در جنگ هایی که در زمان
پدر بزرگوارشون بود شجاعانه در این جنگ ها بله حضور داشتن. گاهی کار به جایی میرسید که آقا امیرالمومنین میگفت حسن و حسینم را اجازه ندید برم به خط مقدم جبهه. اینا خودشون رو میزدن به دل دشمن. چرا؟ اینا یادگاران پیغمبرن. من میترسم با کشته شدن این دو نسل پیغمبر منقطع بشه. اینها را اجازه ندید. شجاعت و شهامت. اما این که ما داریم امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون با معاویه ابن ابی سفیان صلح کردن، اولا این صلح تحمیلی بود، یعنی امام مجتبی اگر یار می داشتن همون روش پدر بزرگوارشون را انجام می دادن. جامعه خسته‌ای بود، جنگ های داخلی، جنگ جمل داریم، جنگ صفین داریم، جنگ نهروان داریم، اینها جامعه را خسته بود، فتنه خوارج بود، مشکلات اینچنینی بود. یعنی امام مجتبی وقتی از اون طرف می دیدن مردم جامعه خسته یعنی یاری ندارن و از این طرف باید دین خدا حفظ بمان، امام حجت خدا ولی خدا بهترین تصمیم را در عصر و زمانش نسبت به دین خدا و جان مؤمنان می گیره. یعنی بهترین تصمیمی که امام و مجتبی در اون شرایط گرفتن بحث صلح با معاویه ابن ابی سفیانه. و یک نکته که خیلی به ذهن تبادر میکنه اینه که ما در زمان امام مجتبی علیه السلام ما میبینیم که امام حسین علیه السلام که اون نهضت و عاشورا رو رقم میزنن در موردش ما دهه اول محرم صحبت کردیم، در اینجا چطور این امام حسین علیه السلام تابع محض امام حسنن و اصلا فکر میکنی که امام حسینی نعوذ بالله وجود نداره در اون عرصه از تاریخ. خیلی نقطه به جایی اشاره فرمودید. ببینید این صلحی که امام مجتبی با معاویه ابن ابی سفیان داشتن قریب 20 سال طول کشید. 10 سال در زمان امام مجتبی، 10 سالم بعد از شهادت امام مجتبی آقا حضرت سید و شهدا علیه السلام به این صلحی که برادرشون با معاویه کرده بودن وفادار ماندن. گفتن بهترین کار را برادرم امام مجتبی کرد. جهت اینکه کیان بله. اسلام حفظ بشه، باید حفظ بشه. بله. حفظ بشه. الان شرایط بله. اینه که مسلمانان باید به حال در یک امنیت باشن، جانشون حفظ بمانه، این بنیه های اسلام حفظ بشه، چون دشمنان خارجی اسلام داره، اینها میخوان ضربه بزنن. لذا امام مجتبی وقتی این صلح را کردن امام حسین به تمام معنا مطیع بودن. بعد از شهادت پدر برادر بزرگوارشون باز به صلح برادرشون احترام میگذارن و همین را عملی میکنن. اگرچه حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد امام مجتبی شرایطی را برای این صلح مطرح کردن که از طرف مقابل این شرایط متاسفانه عملی نشد، ولی بهترین کار و زیباترین تصمیم را امام مجتبی گرفتن. و گاهی بعضی از افراد می آمدن به حضرت یک چیزایی را می گفتن، جسالتهایی را می کردن. آقا می گفتن من که به شما گفتم شما حاضر نشدید، اگر شما مرا یاری می دادید که من صلح نمی کردن، با نبود یار من چگونه میتوانستم غیر صلح راه دیگری را انتخاب کنم. اما اجازه بدین اون بندهای صلحنامه امام مجتبی علیه السلام را یک مروری بکنیم. ببینیم صلحنامه تشکیل شد، حضرت نکاتی را در این صلحنامه به معاویه ابن ابی سفیان گوشزد کردن. اول این است که ان یعمل به کتاب الله، معاویه تو باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفاء صالحین و شایسته عمل کن. دو، لیس لمعاویه، معاویه حق ندارد بعد از خودش احدی را به عنوان ولی عهد تعیین بکن. سوم، الامن العام لعموم الناس الاسود و الاحمد، تمام مردم سیاه و سفید ندارد، همه باید در امنیت کامل زندگی کنند. معاویه حق ندارد به هیچ یکی اعتراض داشته باشند. الله یسمیه امیرالمؤمنین، آقا فرمودن معاویه باید تو خودت را امیرالمؤمنین ننامی. بالاخره مشکل ما با تو اینه که ما با تو صلح کردیم، تو را به عنوان امیرالمؤمنین قبول نداریم، اما به خاطر جهاتی که امروز جامعه اقتضا میکند که باید بین این جامعه صلح باشد، ما مصالحه میکنیم، این صلحنامه را قبول میکنیم به شرط اینکه تو خودت را امیرالمؤمنین ننامی. الله یقیم عنده الشهاده، نباید قضاوت را تو عهده دار بشی.
یعنی سمت قضاوت را نباید تو به عهده بگیری و ان یترک سب امیر المؤمنین. و از اون طرف از این به بعد حق نداری پدر بزرگوارمون سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را سب کنی و این اجازه هم نده که در زیر حکومت تو چنین اتفاقی بیفته. بعد فرمودن هر حقی را باید به صاحب حق برگردانی. شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب باید در امنیت باشد. یکی این نکاتی، اون کسانی که در جنگ جمل، در جنگ صفین برحال پدرانشون به شهادت رسیده، باید یک پولی از رای خراج و مالیات که به دستتو میاد به اونها بدی. این نکاتی بود که آقا امام مجتبی علیه السلام در این صلح‌نامه گنجاندند و معاویه ابن ابی سفیان هم متعهد شد که به این صلح‌نامه عمل کنه. ولی بعدها این ماجرا متاسفانه جور دیگری شد و این عمل صورت نگرفت. ولی این را بدانیم که اگر صلح امام مجتبی سلام الله علیه نمی بود، ما دیگه قیام امام حسین علیه السلام را هم شاهد نبودیم، چون اگر صلح نمی شد همه اینها کشته می شدن. و اگر می بینیم اون قیام خونین و حماسه جاویدان عاشورا رقم خورد، به برکت صلحی است که آقا امام مجتبی علیه السلام داشتن. بعضی از بزرگان یک تعبیری دارن، خود امام حسن علیه السلام هم، حالا ما کسی نیستیم که نظر بدیم، خود این هم به واقع یک حرکت انقلابی است، خود این هم یک حماسه، خود این هم یک نهضته و خود این باعث حفظ کیان مسلمان ها شد که بالا یک ضرب المثل هراتی هم دارن که میگن متاسفانه دوباره از ذهن من پرید، آقا این مسیری که مسلمان ها دارن میرن این نباید از خرند خطا بخوره. درسته، ببینید اینو واقعا سکه است که دو رو داره. اگر شما اون نرمش قهرمانانه امام مجتبی را دارید، در کنارش میبینی حماسه خونین امام حسین، این دوتا مکمل همن. یعنی لذا ببینید در حدیثی که از وجود نازنین پیامبر خاتم داریم که فرمودن الحسن و الحسین امامان، اینا هر دو امامم، هر دو پیشوا، قعدا او قاما، چه قیام کنن چه قیام نکنن. چون بالاخره شرایط زمانی و مکانی بسیار متفاوت هست و این را هم ما بدانیم. اگر امروز نامی از اسلام داریم، نامی از قرآن داریم و معارف ارزشمند الهی را داریم، هم به برکت صلح امام مجتبی و هم قیام خونین ابی عبدالله حسین علیه السلام است. امیدواریم خداوند دست ما را از دامان این خاندان با برکت در دنیا و آخرت انشاءالله جدا افرماید. اشاره کوتاهی داشته باشید، امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. خب حضرت بسیار قلیبانه در خانه به شهادت رسیدن. ببینید کسی که حتی در خانه خودش امنیتی نداره، انسان گاهی غمی داره، قصه ای داره، خب میاد در خانه در کنار همسر خودش غم ها و قصه ها رو میگه، اما میبینید که امام مجتبی آنقدر قریب است که توسط همسرشون جعده بالاخره این زهر به حضرت خورانده میشود. و این زهر با وجود حضرت چه کرد؟ میگم این زهر آنچنان در وجود امام مجتبی اثر گذاشته بود که یک لرزش عجیبی در وجود امام مجتبی ایجاد کرده بود. خب وقتی که حال حضرت منقلب شد، فرمودن دنبال خواهرم زینب بروید. حضرت زینب جناب آقای رضای ام المصائب، مثل این که اهل بیت با دیدن حضرت زینب یک قرار میگیرن، یک آرامشی میگیرن. حضرت زینب آمدن وارد خانه برادرشون امام مجتبی شدن، تا چشم حضرت زینب به این برادر افتاد، اشک این بیبی بزرگوار جاری شد. امام مجتبی فرمودند خواهرم زینب کنار من بیا، آرامش منی. حضرت زینب در کنار برادرشون امام مجتبی شنیدید ظرفی را خدمت برادر آورد، وای از اون لحظه ای که چشم این بیبی بزرگوار به خونهای داخل ظرف افتاد. شروع کرد حضرت زینب اشک ریختن و ناله زدن، امام مجتبی آرام کردن. حتی داریم امام حسین آمدن برادرشون در آغوش گرفتن، زار زار گریه کردن. امام مجتبی فرمودن حسینم تو گریه نکن، لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، حسینم برادرم
روز تو سخت‌ترین روز هاست. به تعبیر ما باید برای عزای تو اشک بریزیم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اندالله اشفعلنا اندالله. ای امام آبرومند، ای کریم اهل بیت، شفاعت ما را در نزد پروردگار عالم بفرمایید. بهرمند شدیم، خیلی ممنون از شما از تاجای شیخ زاده. امیدواریم که در آینده ها هم ما هم بینندگان عزیز از فیوزات کلام شما بهرمند بشیم انشاءالله. ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تشریف آوردین. شده است نقش جبینم گدای کوی حسن، گذشت عمر جوانم در آرزوی حسن. انشاءالله این پیاده روی که به سمت اربعین امسال اتفاق افتاد و جمعیتی کثیر از شهر ما شما و از شهرهای دیگر افغانستان کربلا مشرف شدیم، انشاءالله به سمت مدینه هم راه باز بشه و این پیاده روی به حرم باصفای امام مجتبی که انشاءالله ساخته بشه در آینده و این قبرستان بقی انشاءالله اتفاق بیفته. سراغ باده نرفتم چرا که هوشیارم، گرفته دست من از دسته سبوی حسن. مرا به ماه و به خورشید عرض حاجت نیست، چرا که روز و شبم هست روی و موی حسن. ممنون از اینکه تا الان ما رو همراهی کردین. باز هم عزاداری ها شما قبول، اجر شما با آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.